سلام دوشنبه نه خرداد 90 سیمه می 2011 میلادی در مورد دوازده موضوع امروز صحبت میکنم موضوع اول اینکه نسرین ستوده این زن قهرمان ایران در دادگاه که برای رسیدگی به پروانه وکالت او تشکیل شده بود با شجاعت تمام دستبندش رو بالا برد و در نامه بسیار زیبای خطاب به همسرش نوشته ممکنه بتونن پروانه وکالت منو بگیرن اما شرافت هم رو با هیچ حکمی نمیتونن بگیرن او دلواپسی خودش رو از عدم اجرای عدالت و صدها سال زندانی که برای موکلانش صادر شده اعلام کرده این وکیل شجاع ایرانی که مظهر غیرت و شرافت هست با مبارزه قهرمانانه خودش پشت دیکتاتور رو خم میکنه نکته دوم این که دکتر علی رضا رجایی فعال ملی مذهبی و روزنامه نگار با سابقه که مدتی است دستگیر شده بلا تکلیف در بند دوی علف زندان اوین هست و معلوم نیست که این دستگیری دکتر رجایی آیا به دلیل پرونده قبلی ملی مذهبی هاست یا پرونده جدیدی است بر صورت او در انفرادی به سر میبره نکته سوم اینکه پدر علی فتحعلیان از شهدای جنبش سبز که سی خورداد دو سال پیش در جلوی مسجد لولاگر شهید شد بعد از دو سال قفل از دهانش برداشته و در مصاحبه ای که صورت داده مطرح کرده که همه عمر ما برباد رفته و کاملا معلوم شده که نه او بلکه بسیاری از خانواده های شهدا تهدید شده بودند و تهدید میشن برای اینکه نتوانند حرف بزن نکته چهارم اینکه داستان رسوایی معاملات بیش از دویست شرکت اسرائیلی با ایران بالا گرفته دو روزنامه دیگر اقتصادی در اسرائیل پرده بیشتری برداشتن معلوم شده شرکت برادران اوفر نه فقط یک کشتی به ایران فروخته بلکه بیش از 13 کشتی که هفتای اونها نفت کش بودن به ایران رفتن در سواحل ایران لنگر انداختن امریکه شاید در بیشتر کشورهای عربی امکان نداره که کشتی اسرائیلی بتونه بره پهلو بندازه و معاملات گسترده ای که به قول این روزنامه های اسرائیلی نوشتن که مساد اسرائیل و دولت همه دنیا رو نگاه میکنه که با ایران معامله بکنن بره مثلا سر صدا کنه اما جز خود اسرائیل رو و این رسوایی رو در این طرف هم باید گفت که حکومت ایران که ادعا میکنه همه چیز رو در واقع در کنترل داره و از اون طرف هم دشمن اصلی خودش رو اسرائیل قرار میده و خواهان محو اسرائیل میشه اما شرکت هایی که اکثرا هم سر اونها در سپاه هست مشغول معاملات سوداور با شرکت های اسرائیلی هستن نکته پنجم اینکه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران مطرح کرده که 13 نفر دیگه از محکومین مواد مخدر در آستانه اعدام قرار دارن جالبه که خود آقای دولت آبادی هم از میکنه که اینها آدم بزرگ نیستن در واقع خورد پاها رو دارن اعدام میکنن سال گذشته ایران مجموعا رسما 252 اعدام داشته و غیر رسمی عدد بیش از 300 نفر تخمین زده میشه امسال هم سال میلادی تا اینجای کار که به انتهای ماه پنجم میلادی میرسیم 143 نفر در ایران رسما اعدام شده باز هم آمار غیر رسمی بیش از این نکته ششم اینکه آقای خامنه ای در صحبتی که روز گذشته در جمع نمایندگان مجلس داشته ایشون غیر از اون ادعاها و دروغهای همیشگی که میگه از جمله اینکه گفته انتخابات در جمهوری اسلامی همیشه سالم بوده جالبه که همین چند روز پیش مجلس طرح تحقیق و تفحصی رو در دستور قرار داده و تصویب کرده که به پرداخت 9 میلیون به به 9 میلیون نفر آدم سود سهام قلابی سهام عدالت رو بررسی کنه یعنی تقلبی رو که آقای احمدی نژاد در انتخابات کرده بوده یا اینکه ایشون در این صحبت آقای خامنه ای ادعا کرده که هیچگاه به تأخیری در انتخابات نبوده و همیشه سر وقت انجام شده جالبه همین دو سال پیش انتخابات شوراهای یک سال خورده پیش انتخابات شوراهای دو سال به تأخیر افتاد رسما از طرف مجلس ولی از این حرف ها و یا دشمن دشمنی که انصافا در این یه صحبت آقای خامنه ای شاید نصف صحبتش پر از لغت دشمن در رفته حرف سیاسی که آقای خامنه ای در این صحبت زده این است که به جناه چپ اسلامی موجود در کشور حمله کرده و گفته تقوای جمعی نداشتند این حرف یعنی این که خلاصش حزب مثلا مشارکت یا مجاهدین انقلاب اسلامی حق نداره بیاد اما اگر فردی بخوان بیان توی انتخابات احتمالا مشکلی نداره آقای مصباحی مقدم هم در مجلس گفته این اقلیتی که الان توی مجلس موازه قابل قبولی داره و به نظر میرسه که نقشه آقای خامنه ای که پاره از این دوی خوردادی ها هم ممکنه به دامش بیفتن این است که یک تعدادی از اینها رو منفردن بیارن یه اقلیت کوچیکی رو در مجلس بهشون بدن و به این ترتیب سعی کنن در جنبش شکاف ایجاد بکنن در جنبش سبز ضمن اینکه بیش از پیش اونها رو در واقع رسوا بکنن و پشت به مردم بکنن نکته دیگه آقای خامنهای در این صحبت از طرح نظارت بر مجلس رو هم به نمایندگان گفته تمامش بکنی نشون میده زیر دست خودشونه و به قول آقای علی متحری این امضای سند بردگی مجلس به دست خود نماینده ها خواهد بود اگر تصویب شد یا آقای کروبی قبلا راجع به این طرح گفته بود که ننگ این رو برای خودتون نخرید. نکته هفتم اینکه یک ایرانی به نام قاسم حسینی در مصر به جرم جاسوسی دستگیر شد اما دستگاه اطلاعاتی مصر فهمید که او دیپلمات دفتر حفاظت منافع ایران لذا آزادش کردن اما ظرف 48 ساعت به گفته العربیه باید مصر رو ترک بکنه و از مصر اخراج شد. نکته هشتم این که آقای صالحی وزیر خارجه دولت آقای احمدی نژاد دنبال سفر به عربستان عربستان گفته که اگر بخواد بیاد باید معذرت خواهی بکنه تا راهش بدن به نظر میرسه این سفر در هماهنگی با آقای خامنه ای داره انجام میشه پاره محافل درون اصولگره ها مثل آقای کازم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس هم به صالحی حمله کردن روزنامه کیهان هم حمله کردن بهش نکته نهم اینکه این سردار قاسمی که حرفای عجیب و غریبی هم گاهی میزنه در صحبتی مطرح کرده که به حزب الله آماده باش داده شده برای این برخورد با این جریان انحرافی خودش گفته ما فکر میکردیم دیرتر این آماده باش داده میشه ولی زودتر از اون که فکر میکردیم آماده باشه به نظر میرسه این لباس شخصی ها رو که برای همین کارا هست بسیج کردن آماده باش دادن و احتمالا درگیری پیش بینی میکنن نکته دهم ده اینکه آقای مصباح یزدی گفته جریان انحرافی اسلام رو اصلا میخواد نابود کنه و سطح کارش در واقع بالاتر از نابودی رهبری یا ولایت فقیه نکته یازده هم که آقای سفار هرندی هم در نشست انصار حزب الله مطرح کرده که بازجویای این دستگیر شدگان جریان انحرافی رو به خود آقای احمدی نژاد هم دادن و ایشون مطرح کرده که این آقای عباس غفاری با شیطان اصلا ارتباط داشته و در مقابل خدا ایستاده بعد صورت ایشون ادعا کرده که این آقای عباس قفاری قبلا هم با آقای مهاجرانی و آقای کرباسچی هم مرتبط بوده ضمن اینکه ایشون گفته دعا بکنیم احمدی نجات نجات پیدا بکنه چون سحر شده و لابد جادو شده اما بحث آخر ما راجبه به سپاهه که در واقع ورای این جنجال ها و حرف ها و شیطان و جن و رهبری و مسئله ولایت فقیه ها حتی انتخابات مجلس اون چیزی که بیش از هر چیزی وادار کرده الان پاره از اون محافل تو در توی داخل سپاه رو بسیج بکنه علیه احمدی نژاد و دولتش این است که آقای رحیم مشایی پاشو در دو منطقه گذاشت که این آقایون سپاهی ها اصلا خوششون نمی اومد یکی منطقه پول و پروژه های مختلف و شرکت های پیمانکاری که او داشت درست میکرد و پروژه های دولت رو به اونها بده که این روزها هم دارن جفسازی می کنن، جنجال میکنن، کنن افشا می کنن که این کار رو نبد می کرده. یکی هم مسئله سیاست خارجی است که پیغام و پسخام هایی که مشایی به جاهای مختلف دنیا به خصوص امریکایی ها کرده بوده که اهل معامله است که این دومی رو هم سپاهیها ها چون خودشون دنبال این کارها بودن که روزهای آینده باز هم راجع به این موضوع صحبت خواهیم کردن دکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی